سلام اینجا پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرزاده امروز با ماست سلام امروز اپیزود 198 ماست و اینکه ما دوباره برگشتیم با دو تا موضوع جدید امروز متاسفانه فرهاد نتونست ما باشه یک کاری داشت و میرفت جایی والنتیر انجام میداد برای همین نتونست بیاد یا دروغه کار داوطلبانه کار داوطلبانه جون مردم میخواست نجات بده آره کلم آدم خیریه بعید بدونم من باور دارم بهش چه خبر ردیفین مشکل نداری همه همه عالی شما تو تو اذیت نیستی چرا الان درستش کنم چون مبلر عادی روش میشین آدم کمرش درد میگیره خب راحت شو آره اینطوری دیگه راحت نباش ولی خودت دو تا خود لپتاپ و دستگاه و. میخوایم در مورد چیزای عجیبی صحبت کنیم موضوع جالبی اسم موضوع من قانون بازدهی نزولی یا Law of Diminishing Marginal Return قانون بازدهی نزولی آره. مفهومی که میخوایم درمش حرف بزنیم یه مفهوم ریاضیه که توی اقتصاد به کار میره در واقع برای همین اول با سفرش بگم که اگه که ما چیزی و اشتباه گفتیم به جامعه اقتصاددان و ریاضیدانای دنیا بر نخوره اگه زیش شما گفتیم با بگید که ما درستش کنیم خب او؟ فضل... نه اوکی اوکی میچ توضیح دادن این موضوع شاید یکم مشکل باشه حالا میگم برای چی به خاطر اینکه یه جورایی بر خلاف عقل سلیمه اون چیزی که دمش فکر میکنید یه جورایی برعکسه حالا توضیح میدم چرا اگه که توی ویکیپدیا سرچش کنید میگه که بازی نزولی افزایش وقتی که وقت افزایش برخی عوامل تولید نسبت به عوامل ثابت باعث تولید بیشتر می شود ولی پس از نقطه ای افزایش عوامل تغییر افزایش عوامل تغییری نمی کند و باعث کاهش تولید و در نهایت تولید منفی می شود اصلاً چی خودم گفتم خودم اصلا کانفیوز شدم که چی نوشتم اینجا سخت اینطوری به زبان ساده اگه بخوام بگم اینه که مثلا تو فکر کن یه پیتزا فروشی داریم خب یه تنور داره ما اگه یه دونه آشپز بذاریم اونجا مثلا ساعتی پنج تا پیتزا تولید میکنه اگه که دو تا آشپز بذاریم اونجا ساعتی ده تا تولید میکنه اگه سه تا بذاریم میشه 15 تا ولی اگه مثلا یه 15 تا آشپز بچپونی تو اون رستوران مثلا دوباره میگن همون 10 تا رو میتونن تولید بکنن به خاطر اینکه اصلا تولید کردن هر چیزی اونجا اینقدر سخت میشه که اصلا دیگه نمیتونن آره ده. یه اوورهدی اصلا اینا میگن داره که باعث میشه کنتر آره یا آره. مثلا بخوام یه مثال ساده تر باز بزنم شما فکر کامپیوتر جلوته میخوای یه زیو تایپ بکنی اگه با یه دست شروع کنی تایپ کردن سرعت چقدره؟ دو دست اگه این کارو کنی چقدر اگه هشت دست مثلا یه و بیاد رو اون کیورده خیلی خوب سرعت چیزا میتونی میاد تر دیگه اون سطح کیورده رو انقدر مثلا کوچیک میشه برای اون کاری که میخوای بکنی که واقعا نمیشه اینو قرار وصل کنی به همون چیزایی که قبلا گفتی حالا صحبت میکنیم دیگه آره خب باشه بله. ام... جونم براتون میگه که حالا من اینا رو گفتم شاید خیلی جالب بوده باشه برای کسایی که ریاضی دوست دارن مثلا مثل کارون ولی خب مثلا بعضی هم اینطوری که خب مثلا ریاضی چه ربطی الان به خودکست رو اینا من نیومدم اینجا درس ریاضی بدم ولی خب یه مفهوم جالبیه که میتونیم توی زندگی در واقع روزمرمون هم ازش استفاده کنیم و دونستن این مفهومه تاثیر خوبی داره چرا تو آماده ریاضی میزو بکش سمت خود گوشه داره کنده میشه راست میگه بکش رو حد سمت خودت دیگه اینجا خیلی دیگه خودمونی لنصفه که هم سیمه بر بفرمید مثلا اگه فکر کنیم توی همین دنیا تو همین در واقع ماه گذشته تو سال 2020 اگه به دنیا نگاه کنیم میبینیم که مثلا همه جای دنیا دارن اکثر کشورها خرجشون برای ارتششون خیلی رفته بالا خیلی خرج زیادی دارن بر ارتش میکنن ولی اکثر ماها مثلا ما ایرانی ها زیاد احساس امنیت نمی کنیم. این یعنی که هزینه یه چیزی که برای امنیت وجود داره رفته بالا ولی خب احساس امنیت اومده پایین و همچنین اگر مثلا اقتصاددان ها رو مثلا مقالای مختلفشون رو بخونی میگن که اقتصاد کشور رو به رشده اما خب اگر از لحاظ حالا زندگی مادی آدم ها نگاه کنی میبینی که زیاد شاید فرق با ده سال پیش نکرده هزینه همونقدر رفته بالا که حالا در آمده هم رفته بالا و اگر که در مورد اقتصاد دنیا اگه صحبت کنیم چیزی چیزی که اقتصاد جلو میبره تو دنیا معمولا میگن بدهیه خب میگن که تو مثلا میری از یه, وامی از یه, از یه بانکی وام میگیری و خب از اون مثلا میخوای کاری شروع بکنی مثلا میخوام خودکست شروع کنیم میریم یه وامی میگیریم و مثلا کارون رو استخدام میکنیم فرزد استخدام میکنیم مثلا وسایل رو میخریم و اینا و بعد از اون کسی که وسایل خریدیم خب اون در کاربارش رونق پیدا میکنه کارون که حقوق میگیره مثلا میتونه به یه چیزی مثلا یه زندگی بهتری بر درست بکنه فرزاد همینطور و میگن اون بدهیه خیلی میچرخه توی اون جامعه که وجود داره برای همین اقتصادی کشور رو میبره جلو که یکی از الان نشونه بحران اقتصادی همینه که کسی از بانک وام نمیگیره همیشه تو بحران اقتصادی دولت مجبور میشن که نرخ سود بانکی در واقع سودی که روی وام میگیرن و بیارن پایین که مردم تشویق بشن که وام بگیرن از بانک همونجوری که این وام میگه اون وام گرفتن بدهکار شدن حالا به بانک باعث میشه که اقتصاد بچرخه آره پس حالا دیدیم که توی حالا توی سالهای مختلف اینطوری که شما اگه که وام بگیرید اقتصاد کشور رشد میکنه ولی خب واقعا آی اینطوری اینطوری نیست دیدن که از سال 1982 این رابطه بین رشد اقتصادی کشور و مقدار وامی که وجود داره تقریبا پایدار بوده بعد دیگه از سال 1980 به بعد واما خیلی رفته بالا و رشد اقتصاد اونقدر روش نکرده و داره کمتر و کمتر هم میشه توی سال 1983 خب یه سری دانشمن اومدن یه طرحی زدن یه مدلی درست کردن که رشد جمعیت سرعت استفاده از منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست رو با هم دیگه در رابطه رو با هم دیگه سنجیدن و اومدن دیدن که این میتونه چه تاثیر داشته باشه روی کشورهایی که دارن رشد میکنن و کشورهای صنعتی دنیا و دیدن که بازدهی صنعتی کشورها توی اون مدلی که زدن از وسط قرن 21 شروع میکنه به رشد منفی کردن در بازدهی نزولی داره بعد این 1963 بوده توی این چندین سالهای مختلفم هم خیلی مثلا اومدن مدلهای مختلفی امتحان کردن و دیدن که همشون اون رو تایید میکنه و ما داریم به اون سمت پیش میریم با اون شاخص هایی که الان وجود داره یعنی حالا یه توضیح دم منظر ایمان این بود که انتظار اینه که جمعیت بیشتر بشه منابع استفاده از منابع بیشتر بشه بعد اقتصاد رشد کنه ولی آره. از یه به بعد دیدن که داره معکوس عمل میکنه آره دیدن که با اون آلودگی که ما توی محیط زیست ایجاد میکنیم و منابعی که داریم به صورت خیلی عجیبی ازشون استفاده استخراج میکنیم و ازشون استفاده میکنیم و اون جمعیتی که داره خیلی زیاد مثلا بیش از حد روشن میکنه دیدن که در واقع هنوز ندیدن ولی میگن که از اواسط قرن 21 دیگه تولیدات صنعتی اصلا نمیتونه با همین ریتی که هست با همین سرعت. سرعتی که هست ادامه پیدا بکنه و همینطوری کمتر و کمتر میشه و رشد اقتصادی کشورها هم همینطوری قراره که کمتر بشه حالا قبلا ما این حرف رو زیاد زدیم توی اپیزود, اپیزود قبلی هم گفتیم گفتیم که نظر خیلی هم اینطوری بشه که آب راه خودش رو پیدا میکنه و انسان ها به یه فکری میکنن و ورها خودشون رو از این مخمسه ای که هست نجات میدن ولی خب به این سادگیام نیست شاید یه سری آرکیالوجست یا باستانشناس میگن که تقریبا 24 تا تمدن قبل از تمدنی که الان وجود داره وجود داشته تو دنیا دو. تمدن منظور چیه؟ در واقع مثلا تمدن روم ها و تمدن که مثلا ایجیپت ها چیز، مصر،, مصر ها اینا که همشون از بین رفتن حالا به خاطر چیزهای مختلف برای حالا نداشتن برای کشور بوده برای مالیات, ها، مالیات های ناعادلانه بوده برای موقعیت های زندگی خیلی بد بوده و اینا همشون از بین رفتن و به این نتیجه رسیدن که بعضی جاها هم آدم ها نتونستن اون در واقع راه خودشون رو پیدا بکنن و بتونن خودشون رو نگه دارن و چیزی که هست اونا همشون توی تمدن هاشون کار داشتن پول داشتن و خط می نوشتن یعنی میتونستن اطلاعات رو جابجا جا بکنن که یکی از در واقع چند تا از نشونه های تمدن مدرن در واقع به حساب میاد حالا یکم بگم که من چرا خودم اصلا این موضوع رو انتخاب کردم برای چی بوده به خاطر که من حالا شخصا موقعی که مثلا یه چیزی ذهنم رو درگیر میکنه تا اینکه نفهم نعنی... تا نفهممش نمیتونم باش کنار بیام که مثلا چرا مثلا یه کاری که میکنی اولش مثلا خیلی شاد و خوشحال و اینا اولش مثلا با یه ذوق و شوق مثلا خیلی عجیبی میری جلو و بعدش یواش یواش شروع میکنه از بین رفتن و حالا گفتم که شاید بیایم این مفهوم یه جوری بهتر توضیح بدیم که در زندگی حالا روزمرمونم در واقع ببینیم که چه جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم و چه جوری میتونیم درکش بکنیم یه مثال از اون احساس خودت میزنی مثلا حالا دو یه دونه مثال همینطوری که نوشتم نوشتم مثلا وقتی که با یه نوشته بودی آره با یکی دوست میشی با یه مثلا یه پسری با یه دختری دوست میشه یا مثلا یه پارتنری میگیری یا رواردی رابطه میشی اولش دیگه ماحسل دیگه حال همش بیرون و عشق حالا مثلا تکسای مثلا عجیب و اینا اگرسیبه. بعد آره بعد یواش این حالا عادی میشه عادی میشه و یا اینکه تو باید یه تلاش مضاعفی برای این قضیه بکنی خب یعنی مثلا دیگه میبینی که چه میدونم اگه که دو ساعت هم تکس ندی مثلا داستان میشه مثلا باید یه چیزایی مثلا بگی یه و رو بگی داره غیر مستقیم نه نه جدی دارم میگم یعنی <تصحنت> <يعني تصحنت> ماها هممون اینو دیدیم دیگه توی <تصحنت> حالا آسلن 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 شما <تصحنت> فقط تو دیدی من فرض از این, این, این مشکل داشت <تصفح> بعد میبینی که حالا دیگه فقط همون رابطه نیست که این رابطه تر را نگه میداره یعنی عمق اون رابطه هست چیزای دیگه هست که باید در واقع این رابطه رو را محکمتر بکنه نه 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 جدی میگم <تصفح> <تصفح> نه هم اول داری یا محکمتر میکنه و اگه نکنه این رابطه یا اوشهاش از بین میره اصلا دیگه آرامی آقاد به مردن میکنی آفرین یا مثلا یه چیز دیگه که نوشتم میگم مثلا میری یه ماشین خفن می‌خری مثلا کلی پولشو میدی و اینا بعد مثلا چند ماه اولی که سوارش نمیشی چون که مثلا دل دیدی خیلی سوزه براش و بوده مثال بوده مثلا یارو جایی میرفتی که ممکن بوده ماشین کثیف شه ماشین خوبه رو نمی بهترین کارو می‌کنه یارو چرا منو نگاه می‌کنی نه خیلی شو فراد نیست بعد ایمان کام گردن میگیره بعد مثلا ما اول میپره چند ماه اول یورو مثلا تمیزش میکنه ماشین آره میپرستی میزنی yeah. مثلا yeah. کنار و اینا بعد uh, این مدت عادی میشه برات چی میخوای بگی نه هیچ بگو میخواستم هم کار خوبی نیست که البته فرهاد اینطوری ها خیلی بنده ماشینه uh, مثال مشخص ولی من دوست ندارم ولی خب یا مثلا من بنده با... کالا بودن داره. <تصفح> مثلا من خودم چیزه موبایل, موبایل <تصفح> موبایلی که مثلا میخرم تو مثلا سه ماه اول اینطوری که مثلا این چهار گوشش رو میگیرم میذارمش مثلا روی یه سطح مثلا نرم روی میز مثلا ماه چهارم نیگه مثلا پرتاب میکنی با آدم هم اینجوری تو سه, هج... سه هزار عبایت که دوباره دیده بودیم اما خیلی خیلی دوست ما داشتیم مهربون و معده بودی الان پرتمو میکنه رو شما مثالی دارید بزنید به غیر از من؟ نه اصلا هیچ مثالی نداری زندگی نه همین چی؟ چیزایی که گفتی دیگه بر همه پیش میاد دیگه برای تو هیچ مثال شخصی نداری نه من شما چی کردم فقط تو کارم مثلا شده که اولش که شروع میکنی خیلی دقیقی خیلی مثلا چیز ولی هی رفته رفته که من خودم مثلا هر میشه آن میری پاتو <تصفح> میذاری <تصفح> مثلا کارم شروع کرده بودم آن تایم هر روز بین هشت رو تا هشت و نیم سر کار بودم نه بابا بو بو. الان دیگه هی مثلا دیرتر و دیرتر دیرتر میریم زودتر برمیگردیم افتضاحی کلا هر چیزی که تازگی داشته باشه جذاب دیگه بعد اون تازگیش که بره جذابیتش هم با خودش میبرم مگه اینکه به ایمان یه تلاش مضاعفی میخواد که اون جذابیت نگه یا یا حالا واقعا یه تلاشه یا اینکه از یه چیز دیگه هم لذت میبری ازش یعنی اونقدر سطحی دیگه نیست که فقط به خاطر نو بودنش تو از چیزی لذت ببری این دیگه داری هم میزنی من میدونم چرا نه جدی حتی ماشینه رو میگم و حتی اگه مثلا تو با... چه میدونم مثلا اگه که ماشین آرزوها تو خریده باشی شاید واقعا هیچ وقت مثلا برات چی بهش میگن برات کهنه نشه توی ذهنت یعنی اون سه ماه اول فقط شاید مثلا یه چهار سال طول بکشه تا مثلا به اونجا ولی این چیزی که تو میگی من میفهمم داری چی میگی ماشین چون حالا کارایش مشخصه دیگه تو با هم. ماشین دیگه باید حرکت کنی و تهش هم مثلا یه موسیقی توش گوش بدی و دیگه این اینا خارج نمیشه حالا اون... گوش آره اون عمقی که ایمان میگه خب مثلا در رابطه با ساد... رابطه صادقه, <تصفح> صادقه رابطه اینجوریه که ایمان درست میگه حالا ممکنه تو با یکی مثلا تازه آشنا شده باشی یا لمه فاکتورهای دیگه جذاب باشه ولی بعد یه مدت اون جذابیت ها همش رفته ولی اگه شرایط مناسب باشه تو به با یه عمقی رسیدی که اون رو با مثلا کسی که تازه آشنا شدی به اون اون دسترسی نداری و اونجا فاکتورهای دیگه ای معنا پیدا میکنه که شاید تو اول رابطه مثلا معنا نداشته باشه یه, یه مثال خیلی ملموس دیگه هم که خودم حالا دارم بزنم یه سری کسایی بودن که یاد باشه توی مثلا لایو اینا گفته بودن که مثلا دارن اعتیاد رو ترک میکنن که مثلا آره گوش می‌دن و اینا این آره اعتیادم هم دقیقا همین لاو دمینشینگ ریتن دقیقا همونو دنبال میکنه اینه که تو اول مثلا چه یه سیگار میکشی مثلا و حال سرگیجه میفتی مثلا اینا و مثلا یه ما بعد مثلا دیگه یکی که جواب نمیده مثلا بعد دو سه تا بکشی بعد همینطوری تالرنست میره نسبت بهش بالاتر یه تالراید نمیکنی نمی... آره دیگه نمیتونی کار انجام بعد حال رایت قلیون هم همینطور بود دیگه مثلا اول مثلا میرفتیم ما بچه مثلا یه و بچه یه قلیون رو پنج نفر دورش میشنسیم بعد بعدی شد که هر دو نفر یه قلیون بود بعد نفر یه قلیون بعد مثلا به جای رسی که مثلا بچه ها شهر مثلا پنی قلیون میکشیدن این هم همونه دیگه دیگه اونقدری که اولش به تو اشقحال میداد همون واحده دیگه بهت اشغال نمیده و نمی بعد, بعد از یه جایی دوباره میفتید حالا تو, تو قضیه اعتیاد یه مبحث دوپامین هم مطرحه که یه سری کارا دوپامین ترشح میکنه تو رو مجبور میکنه برگردی به اون قضیه مثلا برخلاف چیزایی که تو ذهن شما همه کار دوستان کردن دوستان با گوشی مثلا این دو لامصب دوپامین عجیبی ترشح میکنه واقعا آره تو اعتیادش همین دیگه الان همه ما هم معتادیم به این قضیه تو مثلا سر کار میری تو مثلا 10 دقیقه گوشی تو چک نکنی ممکنه بگی خب مثلا چه خبره برم نگاش کنم یا تو میتونی بشینی اینجا گوشی رو چک نکنی من که نشستم گوشی هم چک نمیکنم مثلا یه جا بری حواست نباشه مثلا یه مدت فوری میترسی نکنه چه خبری شده باشه اینا به خاطر همونه به خاطر اینکه یعنی این ترسیدن از اینکه خبر اتفاق بیفته دوپامین ترش میکنه یا اینکه نه اون حالا لذتی که کار کردن با اون به تو میده باعث میشه که وقتی باهاش کار نمیکنی مغزت از تو بخواد که دوباره بری به اون دست بزنی اون کارو بکنی حالا برای کار کردن من داشتم یه چیزی رو میخوندم بشه برای اینکه بازدهیتون زیاد بشه کامل اصلا از جلو چشمتون باید دور هم. کنید این چیزها رو به خاطر اینکه هر در واقع حواس پرتی هر عاملی که باعث حواس پرتی شما باشه وقتی تمرکز کردی ده دقیقه یه روب طول میکشه دوباره به همون بریدی. کیفیت از تمرکز برسید پس اگه کاراتون کارایی که تمرکز میخواد باید تمام این یک عبزا... در دقیقه یه رو طول میکشه برگردی به همون کیفیت قبل خیلی <applause> وقت تمام کاز اینطوری هر آره. رو من چیز میشم آره من, آره من, من درس میخوندم هم خودم میفهمیدم که هی میرم سر گوش برای همین اولین کار چند تا برق میخدم رو گوشی گمش میکردم گوشی از ام آره. تو چش نباشه آره مثلا من خودم کار چیز بخواه میکنم میزم رو دو سرب گوشی رو دور میکنم از چشم کارون از ساعت مثلا هشت صبح تا نه هشتم جواب نمیدی دیگه به موقعم خوابی نه از ساعت هشت صبح تا مثلا هفته بعد از ظهر بعد دو بار زنگ بزنی تا جواب بده آره چون یه بار زنگ حالا یه دیگهم دیگه هم که ما قبلا در مورد صحبت کردیم این فکر کنم کارون در مورد اپیزود رفت این که در مورد پول بود که آدما وقتی که پول در میارن تا یه حدی خب خیلی جذاب خیلی خوبه کوالیتی زندگی و کیفیت رو میبره بالا و عشق و فلان و اینا بعد از یه مدت دیگه هیچ اونقدری دی که کار میکنی اونقدر برای تو در واقع بازدهی نداره اه. و در در دوباره همین بازدهی نزولی رو پی میگیره و حالا این برای کس من نمیگم پول بعد همه اول بگم که همه مثلا ما دنبال پول میدهیم تو زندگیمون و اینا مثلا میریم کار میکنیم پول در ولی مثلا این برای کسی که چه میدونم توی یه جای خیلی مثلا نامناسبی با یه مریضی داره دست و پا میزنه حتما پول خیلی مهمه و میتونه کوالیتی و کیفیت زندگیش رو از این رو به اون رو بکنه ولی مثلا کسی که یه زندگی معمولی داره که چه میدونم مثلا 5 میلیون تومنم در میاره در سال مهم. مثلا چون میلیون بشه 55 میلیون زیاد دیدن که کیفیت زندگیش رو عوض نمیکنه و اینم یه که برای همین میگم برعکسه ما همیشه فکر میکردیم که ما مثلا بریم هرچی بیشتر تلاش بکنیم بیشتر پول در میاریم و کیفیت زندگیمون بیشتر میشه ولی میگن که بعد از یه مدتی شما هر چی هم تلاش بکنی دیگه اونقدر کیفیت پل زندگی پل شما دیگه تو اینجوری خطی نیست مثلا دو واحد پول چرا بولند شد یا یه پله پله اینجوری تو فکر تو مثلا دو واحد پولت بیشتر دو واحد کیفیت زندگی بهتر نمیشه اینو عددش خودت هم درآورده بودی الان یاد نیست از بالای 60000 دلار بود 70 75000 دلار یو اس تا یعنی اون... به اون که برسی از اونجا رچی در سال کیفیت زندگی تواز میشه خوشحالی جابجا جا میشه قبلا گفتیم بعد آه. از اونجا به بعد دیگه یکی تو مثلا یه عدد بیشتری مثل چنم 200000 تا 250000 تا اصلا داستانی که اصلا معنای زندگی تو اینا نیست تو این تو بری حالا دنبال پول بیشتر باشه تا نبودش بدبختی میاره ولی بودنش هم از جواب بدی خوشبختی نمیاره من نمیم. اصلا پولش مثلا چیز مادی هم الان نمیگم ما میگم که ماد همیشه توی حالا بچگی و اینا به ما گفتن که باید بری مثلا بیشتر این تلاش رو بکنی تا بیشتر این بازدهی رو داشته باشی ولی واقعا اینطوری نیستی که بعد از یه مدت دیگه بازدهی منفی ام. میشه یعنی تو فقط داری خودت اشباع میشه اشباع میشه اشباع میشه اشباق میشه داری چیزی طبعا. بگی؟ یا همینطوری سومون باکی نشسته اینجا داری ما حرف میزنیم یه سومون بک چیه؟ یه زی دیگه هم که در صحبت میخواستیم بکنیم که کجا نوشته بودمش خدایا آه شما گفتین هیچ کدوم هیچ مثالی ندارید بزنید فقط کاره ایشون بود الان فرضا دارد مثال... یه مثال در میاره مثال خوبا رو گفتی خودت آره مثال خوب زدی خلاصه حالا برگردم به این من تنها دلیلی که بود خودم داشتم با این موضوع یه جورای دست و پنجه نرم میکردم و اینو توی مثلا چه توی مثلا ریاضی دانشگاه خونده بودیم که هم چیزی وجود داره ولی هیچ وقت مثلا توی زندگی شخصی من اینو لمسش نکرده بودم که چه جوری میتونه حالا همیشه دیده بودمش ولی نمیدونستم که از کجا میاد و برای چیه که این اتفاق میافته. تا اینکه چند روز پیش یه دونه پادکست داشتم گوش میدادم که یه نفر یه نفر رو آورده بودن دان وان که این داشت در مورد همین سوال میکرد میگفتش که خودش میگفتش که من نمیتونم هیچ رابطه ای رو بلند مدت نگه دارم به خاطر اینکه این love diminishing return یا مثلا همین بازهی نزولی که وجود داره میگه من موقعی که مثلا با یکی دوست میشم اوارش مثلا خیلی خوبه و اینا ولی اصلا وقتشو ندارم که بتونم خیلی مثلا وقت بذارم روی اون رابطه هایی که حالا با جنس مخالفم هست که بتونم همشو نگه دارم به خاطر این اینکه میگفت من خیلی مثلا سرم شلوغ و فلانه این و میگفت من اینو میفهمم و میدونم که چرا نمیشه برای همین مثلا نمیتونم چون بهش که تو چرا مثلا حالا مثلا زن نمیگیری دیر شده فلان و اینا و مثلا برگشت نبوده هم چیز صحبت کرد حالا البته وصل کردن این دو تا موضوع به هم این لاف دیمینیشینگ ریتورن که حالا توی اقتصاد گفتی و توی زندگی ما یه ظرافت خاصی رو میخواد توی حالا اقتصاد و این مسائل که به صنعت و تولید مربوطه دلیل اینکه اون اتفاق میفته اینه که حالا هماهنگ کردن اون تعداد زیاد کارگرا حالا عواملی که دارن کار میکنن هزینه داره و اون هزینه ها از یه جایی به بعد میزنه در واقع بازدهی اون حالا سیستم رو اون سامانه رو خراب میکنه برای همین خروجی کیفیتش کمتر میشه مثلا چون میگن حالا همون مثالی که ایمان زد شما یه کار رو مثلا یه نفر تو یه ساعت انجام میده دوتا بشه نیم ساعت از یه جایی بعد لزومن مثلا این تعداد بره بالا زمان کمتر نمیشه یه مثال یه جوک یک یکی یه جایی داشت میزد میگفتش که بعضی کارا ماهیتشونه که انجام نمیشه مثال این بودش که مثلا یه خانومی نه ماه طول میکشه که بچه رو به دنیا بیاره شما نه تا خانم رو بیاری این قضیه یه ماه انجام نمیشه بعضی کارا ماهیتشون اینه که باید طول بکشن اینا مهم. حالا ارتباط این دو تا موضوع به هم و توی زندگی ما یه ظرافت خاصی میخواد که اون ظرافت اینه که از یه جایی به بعد که حالا اون هیجان اولیه مثلا وارد یه رابطه جدید شدن هیجان اولیه خریدن گوشی جدید ماشین جدید که از بین میره دیگه تو هزینه های نگه داشتن اون کالا اون رابطه اون انسان تو زندگیت رو باید یه جوری توجیه کنی یعنی در واقع اون هزینه ها باید یه خروجی دیگه ای به شما بده هزینه اینه که تو باید وقت بذاری هزینه اینه که تو خرج گوشی ماشین بدی این هزینه یه جایی باید به تو برگرده و اگه فقط دلیل ما اون هیجان اولیه مثلا داشتن یه گوش جدید بوده این هزینه به وضوح از یه جایی بعد دیگه بر نمیگرده و لذتی که ما از اون قضیه میبریم شروع میکنه به افت کردن نزول پیدا کردن حالا چیزی دیگه هم که از سالا توی رابطه ها من اگه اینطور بهش نگاه بکنی تو همون اولش اگر که چه میدونم یه واحد انرژی مصرف کنی برای مثلا ده واحدی که مثلا چه که برمیگرده همینطوری که میری جلوتر کمتر میشه دیگه چون که باید واحدهای بیشتری خرج بکنی چون که آره چون لذت, اولیه دیگه رفته. از یعنی برگشتی به تو اونجوری با حجم سابق انجام نمیشه ولی هزینه که تو داری انجام میدی یا همونه یا باید بیشتر باشه پس باید آدم دنبال چیز دیگه ای باشه همون عمقی که ایمان ازش مثال زد که خب حالا دست پیدا کردن به اون عمق خودش داستانه خودشو داره و انرژی خاص خودشو باید براش بذاری و هر کسی هم لزوما به اون عمق دسترسی پیدا نمیکنه خلاصه من گفتم این هفته در مورد این مفهوم صحبت بکنیم ما چندین بار گفتیم که ما نمی آیم و مثلا نمیایم چیزی رو مثلا به کسی درس بدیم فقط یه مفهوم معرفی میکنیم اگر که برای کسی جالب بود میتونن برن تحقیقات خودشون رو روش انجام بدن و ببینن که چی جوری میتونه زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده تو برامون جالب چی داری جالب بود همین تاپیگی گفتی یاده کلاس مایکرو من انداخت آره همین درس میدادن تو اقتصاد خرد خرد ما اقتصاد کلان نگرفتیم چیز ما خیلی دوست دارم اصلا اکانومیکس من جالبه. بعض موقع چیزای عجیبی توش در میاد ام... ما یه استوری گذاشتیم هفته این نه این پول ازیت میکنه منو چرا؟ ایمان. خیلی عوضش میکنم برای نه نمیدونم این از اون قرمزای های دیفتگی آره یه دو سه تا قرمز هایی از این موقع خیلی آن کامفتبل اونا چی اون ماساژور داره زیرش مرد حساب گیمینگ آره بابا صندلی که بازی می‌کنه دیدی آره دیدم ولی دیدم. میشه بازیش من دیدم خیلی خفنه چیه راحت خیلی راحته هیچ جالب این هفته استوری گذاشتیم که از بچه های اینستاگرام بپرسیم اگه جالبی دارن واسه هفته بگن فریما درست میگم فریما, دوتا فریما. فریما. جالب برای ما فرستاد یکی شما اگه بخوام میتونید بفرستید بفرستید داره داره. هر هفته هر من میذارم اینو شما اگه دوست دارین برام بفرستید اگه جالب خودتونم هست بفرستید شخصی ولی اگه میفرستید یه لینکی چیزی هم باش باشه دیگه که من بدونم منظورتون چیه آها مثلا یکی بگه مثلا سیب من متوجه نمیشم این در مورد گفته بودن <laughs> 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 اولی که گفته بود فریما در مورد رابطه امبر هرد که ایشون بازیگر هستن زن قبلی جانی دفه خب که که آرادی چیز شدن, چیز شدن؟ طلاق گرفتن و اینها و اولش جانی دف میگفته بابا این زن می زنه رو میزنه و ابیوز میکنه و اینا. جانی دف میگفته خانم منو میزنه آره. ولی که مثلا هی این دینای میکرده الان یه وایس جدید از این مکالمه تو سال 2015 در اومده بینشون که حالا داشتن حرف میزنن اینا زنه میگه که آره مثلا یه موج زده به به جانی دپ و اینا و تو رابطه ایشون تحت آزار و اذیت بوده بله بعضی میزنن و فریما گفته که بگید که این تابویی که مردا بهشون خشونت میشه و حرف نمیزنن از این صحبت کنید آخه ایمان, ایمان یه کمی خودش صحبت که اول چی؟ <تصحبت> 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 چی گفتن؟ چی گذاشتی میگفتی؟ گفتی در روابط بود نه این که خوشونت که به همه میشه یعنی زن و مرد نداره قاعدتا ولی خب اصلا مرد کمتر خیلی از آره،, آره آره خیلی, میشه آره خیلی کمتر اگه که مثلا توی رابطه بگی خانم منو میزنه فکر فکرم تو ایران هم چیزی که خیلی این کم. من تو این پادکستی که گوش میدی فامیل ایرانی هستن فامیلا فامیلای ما فامیلای ما نمیزنم. تو از کجا میدونی؟ شما فامیل آره، نمیدونی؟ میزنن نمیان بگم نه من خودم چون تجربه کردم میدونم که بوتک می خوردی؟ آره تو رابطه آره. یا از پدر؟ نه،, نه تو رابطه بابا نه بابا آره دسته بزن داشت بیا بگو بیا اینجا اوپن آف کن الان آره. اینجا میزنیم اینو گفتی من الان نه بابا آره میزنیم رو یوتوب میکشیمش سینه کرد آره حالا البته ما خیلی بیمزه این مسخره بازی میکنیم ولی چرا اگه خاصی بعدا بیا باهم هم نه ولی خب جدیه قاعدتا هم وجود داره و زن و مردم نداره دیگه کسی کارون همیشه میگه خیلی جالبه میگه که تنشیزی که توش تنشیزی که توش هیچ لیمیتی وجود نداره تو دنیا حماقت انسانه و این هم جزء همون حماقت حد و حالا این پادکست که من و ایمام گوش میدیم تیفت کی اینا کمدین یه همه چی رو جوک میگن و اینا در مورد مثلا اخبار هم کاور میکنن بعد همیشه یه اخباری هست توی نیوز همیشه که یه معلم یه معلم مرد <تصفح> یه مثلا دانش آموز دختر رو بهش تجاوز کردی حالا اذیت کرد. <تصفح> 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 و خب اون هم تو مدیا هم واسه خود ما خیلی بده خیلی زود نه دختر 14 15 ساله برعکس اون وقتی می اتفاق میفته که معلم زنه و م... پسر مثلا 14 15 سالش اون وقت اینا تو پادکست همو نگاه میکنن. مشکلی نداره که... مثلا حتی هم. <applause> آره میگن آره میگم مشکلی نداره دیگه میگن آره این, این تف... غلطه ولی خب مثلا چیز دیگه اینو آره اینو غلط. دیگه هم نزنیم دوباره داستان میشه غلط. آره. چیزی که فریما گفته بود پاره کردن متن سخن روی پولوسکی. توسط نانسی پولوسکی بود پولوسکی که... نانسی پولوسی پولوسکی پلوس آره. دمش. نه میخوای توضیح بدی چیکار کرده آره این خیلی حرکت جالب بود این نانسی فلوسی رئیس در واقع مجلس نمایندگان چیز کنگره آمریکاست که ایشون دموکرات هستن بعد ترامپ فردای ترامپ <تصفح> روزی... <ها> آره. <تصفح> ترامپ فردای روزی که این داستان استیزاهش رای نیاورد و این داستانا پاشو رفت اونجا و طبق معمول سخنرانی که کرد شبیه سخنرانی رئیس جمهور نبود داشت تبلیغ میکرد برای خودش و یه سری حرفا این داستانا زد حالا به اوناش کاری نداریم آخرش متن سخنرانی رو داد به خانم پروسی که رئیس کنگره هستن چیزی بگم فکر کنم خانم پروسی هم خیلی در کار کرد بود برای اینکه ترامپ ایمپیچ بشه خیلی آره اکتیو آره. دو خیلی, این کار کرد واسه اینکه استیزاح بشه باید اول مجلس نمایندگان رأی میداد بعد این قضیه میرفت توی سنای آمریکا که اونجا یه سری سناتور و اینا هستند که حالا نمایندگان اکثریت دست دموکرات بود سنا بیشتر دست ریپابلیکن بود جمهوری بود که خب رفت تو سنا و از قبل معلوم بود رأی نمیاره و رأی نه و فقط هم یه نفر از جمهوری بود که علیه ترامپ رأی داد آقای رامنی که ترامپ به اونم توپید و گفت این اصلا از درون چیز دموکرات دموقرات و این علکی اومده برای این داستان ها خلاصه ترامپ رو دیگه میشناسید بله مدل ولی این اتفاقی که افتاد این آخرش متن سخرانی رو برگشت داد به خانم رئیس این خانم رئیس دست آورد که دست بده ترامپ حالا یا ندید یا هرچی که شد برگشت و این خانم هم, هم همه اون ورقه ها پاره کرد نه حالا هم به خاطر این شد اگه این اتفاق دست ندادن هم نمی‌افتاد اون می‌خواست پاره کنه از قبل ولی خیلی جالب بود هیچ وقت این اتفاق دست ندادم, ندادم بود واقعا من فیلمش نگاه کردم ندیدم که دستی درست کنه خانومه چرا خانومه که آره. دست دراز میکنه شما حالا یا ندید یا از قصد به هر صورت دست, دست نداد دست خانومش نمیگیره دست زن اول یه توییت زد یه ویدیو بود که از ام دست نداد شما از ام ده خودش ده. توییت زد آها آه. همین من... یه جوری بود آه. که آه. خودش گفت من از ام دست نگفت ولی یه ویدیو بود که رو زوم کرد خب معلومه دیگه این آره ولی بعدش هم که هر از دانش در اومد به همه گفت دیگه به همین آنسی فلوسی و به رقبای انتخاباتیش بعدش, قبلش. بعدش هم گفت به رامنی هم گفت و دیگه ترامپازی دیگه همه رو دوخ به هم ترامپازی خب دیگه چی داریم؟ دو نفر از کاخ سفید اخراج کرده تا الان به خاطر اینکه داشتن اطلاعات میدادن می آره بلور بودن راجع به اوکراین و اینا این خرش که از پل گذشت دیگه <تصفح> دی افتاد به چی آره دیگه دیدیم اینا چون را... اینا رو همه رو دیدیم هیچ حد مرزی هم نداره هم <تصفح> وقت انسان همه کار میکنه آقا در مورد <تصفح> کرونا یه آپدیتی بدیم همین وقتی که بدیم بریکینگ نیوز همین موقعی که می اومدم اینجا یه دونه شهروند آمریکایی تو آمریکا فوت کرده اولین مرگ در آمریکاست آره همین امروز صبح این خبر اومد و خدا ان شاءالله که این داستان به اینجا نکشه حالا جالبش این بود که من دو سه روز پیش داشتم جالب باشه داشتم اسکای ترن میگرفتم چند ساعت قبلش سر کار بحث این بود, بود شاید که فرانه هوایی مترو ببخشید مترو با <laughs> چون آره مترو هم نیست عجیبه یه جایش مترو آره جایش میرزه بعد با همکارامون بحث این بود که الان خیلی ها... یعنی نظر این سفید پوست این بود که کلا مدیه های قرب همیشه رو چینیا خیلی بد بوده یعنی مثلا چینیا کار خوبم میکنن ریفلکتش نمیکنه تمام نژادهای دیگر رو روشون بد بوده من فکر رجا... آره ولی دو... که روش خیلی خوب بوده چی بوده؟ چی خودشون <تصح> میگفت مثلا ایران. با... همیشه چیز بوده و اینا حالا این داستان هم که پوچ اومده خیلی چینیا خیلی مشهوده آره. که نژاد پرستی داره روشون میشه و مثلا هفته پیش یه ویدیو اومد از تو ونکوور که توی پارکینگ لات یه دعوایی شده و بین یه پسر سفید با زن چینی حتی خانوم هم از اینا مثلا انگلیسی اینا بلد بود جواب میداد که فیلم گرفته بود <applause> پسر در اومده بهش گفته که انداختیش بعد زنه میگه چی انداختم یه کرونا وایرس تو آه بعد آه آره. این نه نه اون یه دختره بود این همونه دیگه این همونه این همونه فکر کنم آره حالا حالا ولی... اینه که میگی برای من خودم اتفاق افتاد من با محمد کال اف دیوتی بازی میکنیم آنلاین بعد بعضی موقع مثلا طرف وایس مثلا ما با هم دیگه صحبت میکنیم اونم میشنوه بعد دید خب ما داریم با یه زبان دیگه صحبت میکنیم برگشت من گفت کرونا وایرس تو گفت ساکت چه کرونا وایرس گفتم آقا چه حرفیه اصلا چه چیزی نه <laughs> بعد من بیتوید شیش هیچ بردی من تو این مترویی که بودم نشستم که نشست نشسته بودم یه خانم آقای چینی اومدن که من نشستم آقای شروع کرد همینطور سرفه کرد ما در دیوان نگاه خدا ما میخوایم آدم خوبی یه رو وقت یا باید زیر یه رو آره تو دلمون چیز نکنیم و اینا یه چی قضیهش؟ یه رو باید کنار کسی که چیزه تو فاصله یه متیش بشینی تا بگیری من چه دقیقه بودم آره تو که گرفتم خب؟ گفتم نه گفتم این بنده خدا آدم از کجا میدونه مثلا شاید سرفه میکنه دی. بعد خانومش نشسته بود و جلوتر ما خانم برگشت موبایل رو داد به حاجی که از هم عکس بگی تو مترو هی عکس میگرفت و این ورم ورم سرفه من تا این قضیه عکس رو دادم فهمدم که اینا توریست هم از, از هانو... چین اومدن سرفه دارم میکنن و خلاصه منم خودم درون خودم یه نجات پرستی کردم و نمیدونم حالا من صبح داشتم یه چیزی میخونم طرف توی یه آمریکایی بود که توی چین الان بعد جایی که زندگی میکنه 800 کیلومتری ووهانه یعنی شهر خیلی فاصله داره بعد ولی یه شرایط عجیب غریب بود میگفتش که صبح میخواسته بره خرید کنه سبزی بخره از بازار حالا نزدیک خونه میگه صبح یکی اومد در زد دمای بدن ما رو چک کرد این مثلا 36 خورده بود بالا 37 خورده ای و درجا میبرن قرنطینه خب بعد از در ساختمون میگه حالا اونجا این رد شده اومده پایین توی لابی دستگاه تپسنج و اینا دوباره گذاشته بودن که دمای بدنشون رو بسنجن گفتون هر کی دوست داره این کارو بکنه بعد دو عکس گرفته بود همینجور بعد یه چهار قدم رفتم اون ورتر دوباره یه پلیس دیگه ای بوده که میگفت هر کی رد می شد و دمای بدنش میگیره بعد رفته دوباره همینجور پلیس خیلی شرایط عجیب غریبیه و خاطر خب تن... سایه برید حتما. هم همینه دیگه چون هنوز واکسنش در نیومده برخلاف شایعات تنها راهش اینه که باید پیشگیری کنن دیگه بله دستاتونو بشید خیلی تو یه زیام در مورد آمارش چی میگفتی میخوام آره آمارش دید. جالبه حالا ما آماری که میشویم نرخ مرگ و میر حدود دو درصده یعنی الان 700 خورده از مثلا 30 خورده هزار نفر از بین رفتن که میگن همش هولوش دو درصد هر چی خبر میاد ولی یه مدل دیگه میشه به این اعداد نگاه کرد که منم خودم بهش آگاه نبودم سر کار جمعه فهمیدم نه سر کار جمعه فهمیدم اینه که تعداد کسایی که سایکل بیماری رو تموم کردن سایکل رو تموم کردن یعنی اینکه یا خوب شدن یا از بین رفتن این عدد حدود حدود 2700 نفره تعداد کسایی که سایکل من امروز صبح چک کردم عددو که تموم کردن سایکلو. از اینا حدود 2100 تاشون خوب شدن واسه گفتی سایکلش چقده زمانش نه هم دو هفته مثلا چقده عددی معلوم نیست بله در واقع از تعداد کسایی که سایکل رو خوب کردن 2100 نفر سایکل تیشنه. رو تموم کردن 2100 نفر خوب شدن 700 خورده ای از بین رفتن این عدد میشه یک چارو 25 درصد آره اون دو درصدی که میگن اون آدمی که امروز هم مثلا تستش مثبت در اومده توش حساب میشه در صورتی که فقط حالا بخوای دقیق بهش نگاه کنی باید کسایی رو نگاه کنی که مثلا دو سه هفته پیش گرفتن از اونا چقدر فوت شدن که اینجوری بهش نگاه کنیم حدود یک چهارم داره در میاد داستان میشه اگه که روش پیدا کنه آره دیگه و داره به سرعت هم منتقل میشه من سرعت یه نمایی. رو نمایی. نمایی یعنی چه نمایی؟ اکسپوننشیاله یعنی خطی نیست یعنی دو واحد زمان بریم دو واحد چیز نمیشه این صورت نزولیه سعودیه توانیه خیلی خب تمام کنیم این اونو بریم خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم اون توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و میتونید تصویری این اپیزود هم توی یوتیوب ببینید. ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای نام تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ، خدافظ، خدافظ